سلام بچه ها، صبحتون بخیر. صبح که چی هست کنم، ساعت نزدیک دهه. آقا خوابی کرد، یعنی خدا و پدر و مادر و هفت جد آباد آقا ساسان رو بیاورده که برای مسافرین خسته ای که این مسیر باستانی رو طی میکنن چنجایی رو فراهم کرده. واقعا دمشون گرد. دیشب استاسان نبود، ندیدمش، ولی نیم ساعتی پیش صداش شدیدم بریه سردش بزن. دیدم یه نفر صداش داره میره بلحکی شیرین شیرازی، دور چرخ داره تو میخوره. بعد نگاه کردم دیدم که دوربین به دست ماشاءالله 50-60 هزار تا فالوور داره ویدیو میگیره برای بچه‌هاش. ببخشید چای رو بزنم بهرن ردیف بکنم سر صبح. دیدم همونجوری با دوربین اومد توی اتاق و منی که خواب بودم چی شد اینجوری و دیدم داره همچنین ویدیو میگیره. گفتم استاسان وضع اوضاع رو ببین تو رو خدا. گفت اینجوری بیشتر به دل میشینه. دیگه صحبت کردیم در مورد این که خدمت رو هست کنم، چرا اومدی، مسیر چیه، پروژت چیه، هدف چیه، یه صحبتایی کردیم. منم ازش تشکر کردم، گفت تو چیزی اینجا رو پیدا کردی. گفتم ماشاءالله شهره شهری و همه میشناسنتون و کلی حال کردم باش. دمش گرم خدا وکیلی. الان داره از چند تا درخت ویدیو میگیره، انگار جوونه سایه نمیدونم چیکار کرده. به وقت اینکه سرش خلوت بشه میریم روش با دور بود. خب این کلبه باصفا که مزین هست به عکس آیتین الله، آیت الله العظمى خامنه ای و رهبر انقلاب اسلامی صلوات الله علیها، چه پیشت اینجا بود ماشین آساسان عزیز که آرم کوهنوردی یا کوهنوردان آمدن زدن. و دیگه خدمتون عرض کنم که من دیروز ویدیو نگرفتم چون خیلی زود شب شد و چون اجازه هم نگرفته بودم گفتم شاید دوست نداشته باشد، اما رفتار و اخلاق که صبح از ایشون دیدم گفتم بابا این آدم خیلی باحال‌تر از این چیزاست. یک موتور آبی دارن اینجا که از قدیم الایام بوده، یک چیزا خیلی باحالی هست اونجا. نمیدونم دقیقا اسمش چیه، اما شبیه تزئینات بلوچا و اینا هستش و این آب مستقیم میره داخل زمینه کشاورزی که حالا بهتون نشون میدم. یک کلبه آبگیری اینجا درست کردن با چوب که شاید خوشگله، اونور مزرعه حصارکشی هست. بریم حالا آب جوش بیاد، قهوه محبه و چای رو اوکی بکنیم، ببینم خود آقا ساسان میتونم حوصله ازش بگیرم که توضیح بده بهتون یا نه. بالاخره واقعا بهشت اینجا. خب بچه قهوه اول رو من میخوام آماده کنم ببرم سر زمین بهش بدم، حتی سرد میشه. حالا بشکه رای بهتری برای جبران و تشکر از مهمون نوازی محبتشون داشتم. یه صحبتی بخوریم و کم کم را بیفتیم دیگه. توکل به خدا. چه بهشتی بچه ها، چه بهشتی ای جانم. سبک رو داشته باشین، دقیقا مثل مزرعه های استرالیا یا امریکا. و مرد بزرگ استاد بزرگ آقا ساسان ایزدی کلاش از این کلا سایبونا داشت، رفت کلا کابویشو پوشید با دستمال گردن و عینکش، برند همیشگی شد آقا ساسان. تو ویدیوها آقا ساسان ایزدی عزیز که معرف خیلی از دوستان هست، فدای شما، متشکرم. خیلی ممنون از مهمون نوازیتون، قدم رو سر من گذاشتید. فدای شما، متشکرم. یه کار قشنگ هست و انسان هر جور دوست داره همون جوری باید زندگی کنه. شاید بعضیا بگن بابا چه حوصله‌ای
ولی شما داری عشق میکنی. دقیقاً همینطوره. شما آرام در نهایت آرامش داری سفر میکنی. خیلی جا رو قشنگ‌تر می‌بینی و خواهش میکنم. مرسی قربونتون برم. خواهش میکنم. خیلی از دوستان سفارش کردن قبل از سرای سورمخ حتما پیش آقا ساسان برو. قربونتون برم. چرا مردم اینقدر دوستتون دارن آقا ساسان؟ لهجه شیرین من اصلا من نوکرتم قربونت برم. آدم ویدئوهاتون میبینه لذت میبره. همه دوستان دارن غیر زن. اون هم انشاءالله مهر مردم شوخی میکنم. نه شوخی مزاحی کردم. خیلی شکرم باید شاد و سالم باشی و همیشه سربلند باشی. فدای شما چکر. اینجا داستان چی اکه شروع کردیم؟ اینجا سال 1358 ما اومدیم اینجا. اینجا درست. بعد به عرض شما برسونم پدر من خب کشاورزاده بود. ایشونم سرهنگ آگاهی خیلی انسان فعالی بود. عجیب 4-5 سال زنبورداری که سال 54 بازنشست شد. ما از شیراز دیگه مهاجرت کردیم اومدیم آباده. سرزمین اجدادی پدر مادر دیگه اومدیم اینجا و همه گفتن یه سرهنگی زده به سرش اومده توی بیابونا اینا دیونه شده. بابام گفت بابا تو نیست بیز و زمان ثابتی. آره. دیگه بیابان برهوت هیچ خدا شاهده من هیچی از این آبادی و با هیچی نبود. به هیچ عنوان به قول انگلیسی ها never obsolete. هیچی رودخونه بود. رودخونه بود. آب داشت؟ آب هم نبود. آبه. دیگه اومدیم به سه تا حلقه چا زدیم. خب اوائل انقلاب دیگه میگفتن بری چا بزنی تو اینا و اینا که یکی از اشتباهات همین بود. بله این همه چاه هی گفتم برو بزن بدون محاسبه. حالا اینجا باز از نظر توپوگرافی وضعیت خوبی داره. بارشی که نه از نظر ای که آبها از خیلی مناطق 400-500 کیلومتری داره اینجا گذره دیگه. چا اول آب نداد، چا دوم آب نداد و چا سوم دیگه همینجا که الان هست حضورتون. آها. ما یه حلقه چای زدیم دو اینجا بود که دیگه توش کار کردیم و یه هندونه من یادم نمیاد یه زور داغ تابستون ما سایه‌ای که هندونه رو نگهر بداریم نبود. یعنی اینقدر که خنک بشه پناه یه بوته من اینو میگردوندمش که آفتاب به هندونه نخوره. خیلی زحمت کشیدیم والله قسم. شاید پولی که ما آوردیم اینجا هزینه کردیم از خودش هم در میوردیم. ما ببین درسته. بدون تسهیلات مجموعه بیرون 100 هکتاره. بله. اینجا 100 هکتاره. خیلی هزینه کردیم، خاک ریختیم، تسهیل کردیم، جوابمون سیمان کردیم و بعد از 10 سال انگور همین مجموعه رفت پشت ناشنال جیوگرافیک. به 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 10 سال عکسش هم آره هست. آره عکسش هست. اینا همه موجوده. رو انگور کار کردیم. بعد دیگه شدیم یه الگوی برای مردم دیگه کشاورزای اطراف. اونا هم خواستن برن میگفتن همه نبو. اونایی که میگفتن دیوانه شده آمده توی بیابون نوه های اونا میومدن تابستون اینجا میوه چینی میکردن. هزینه تحصیلشون رو دارن و الهی شد اونایی که اومدن اینجا کار کردن همشون مدارج عالی رسیدن. چقدر عالی. و به عرض شما برسونم دلوازت و 13 تا کارگر دائمی داریم. همه حق و حقوقشون رو میدیم. مرتب 200-150 تا کارگر فصلی داریم. تولیداتمون خوبه. در ایجاد امنیت غذایی مشغول به کار هستیم. بله. من کشاورزی یا باغداری بیشتر اینجا؟ هم باغ هم کشاورزی. یعنی گندم و جو. گندم و جو و ذرت و انگور و زردآلو. زردآلو. تک محصول اگه باشه امروز آسیب می‌بینید. تک محصول آسیب می‌بینیم. حتی درختایی هم که ما می‌دونیم اقتصادی نیست نمیگیم حیفه. درسته. حیف عمر و آبه. با دقیقاً همینطوره. اینا رو باید اوت کنید. بعضی ها نشسته طرف 30 سال نشسته پای یه درختی. بابا این اقتصادی نیست. میگن زشته. بله. زشت و کی میاد وامت خالی بکنه؟ بله. زشت معنی نداره. دقیقاً همینطوره. مثلا باید امروز آب و عمر میده یه چیز اقتصادی باشه. ارزش اقتصادی کنه. غذا تولید کنه بده جامعه و من عشق میکنم دلم میخواد هزاران هکتار زمین باشه. درسته. آبم باشه. آبم باشه. کالا تولید کنم بدم به مردم بخورن. بله باور همینطوره. چیزی بهتر از این تو دنیا نیست. نه تو خط بله. بورس هستیم نه نمیدونم دلالی. من اگه برم تو بورس یه روزه من یه لقمه میکنم. بله. اصلا این کار من نیستم. درسته. کار من نیست. بله. این توریست خارجی چرا انقدر میان دوستتون دارن؟ ماشاءالله مزرعه بین المللی شده دیگه. من رشتم زبانه. پدرم هم زبان انگلیسی خونده. به به. رشتم با
کشاورزی و زبان و اینا هست. خب تسلط داریم علایال به دو سه تا چهار تا زبون. پدر منم با توجه به اینکه رشته زبان بود، 30 سال پیش یه اتوبوسی رفت اونجا وایساد. بابام گفت بابا بوده و این پیره مرد پیره زن ها میخوام برن دستشویی، گناه دارن، آبرو مملکت میره، آبرو ایران میره. دویدم دیگه، باعث شد من برم آلمانی بخونم دیگه. آلمانی بودم. بله دیگه اونا اومدن و اینجا و ای به او بگو او به او بگو او به او بدیدیم ای بابام بسوزه. ماشاءالله هر کی میاد ایران اینجا میاد. هر کی میاد اکثرا میان اینجا. دیگه یه نمازخونه ای درست کردیم. یه محیطی درست کردیم. فی سبیل الله خدا شاهده. بله دقیقا همینطوره. مثلا برای ما پول داره، نون داره، نه والله. حتی کارمونم گرفته میشه، وقتمونم گرفته میشه، ولی خب میگیم بالاخره مردم میان استفاده کنند که دیگه خیلی تورا خارجی میمدن، خیلی شخصیت های بزرگ بودن. بله. خیلی آدم های بزرگی که حتی میخواستن سرمایه گذاری بکنن، شریک بشن، شک داشتن. یه برخورد خوبی، یه برخورد قشنگ باعث شد که من یادم نمیره طرف میخواست بندر امام سرمایه گذاری کنه، انقدر من باش صحبت کردم قشنگ و دوست داشت، نگران سرمایه بود. من شک داشتم ولی به خاطر برخورد خوب شما من میام سرمایه گذاری میکنم. الان هم سرمایه گذاری کرده، هلندی بود، یک خانواده خیلی کاتریالدری بودن. اینه که این برامون میمونه، عمر کوتاهه، عجیب عمر کوتاه. واقعا همینطور چشم به هم میزنی، آلبوم ها رو آدم ورق میزنه میبینه ایدادی بیدادی، یه خوبی میمونه یه بدی. خیلی شخصیت هایی بر استاندار میره، مقامات میان ما اونجا عالیه، فرمون بر همه هستیم. این مزه پرورش اسب واسه شما. بله او هم پرورش اسب. من بچه‌ام دو تاشون رشتهشون هم معماری بود، یکیشون هم عمران خونده بود. دیدیم بله. به اسب علاقه دارن. اینا دو سال پیش یه دونه اسب باشه که دیگه منم حمایتشون کردم، کمکشون کردم، چون انسان به هر چیزی علاقه داره جلو بره موفقه. که دیگه پرورش اسب زدن و باشگاهی را انداختن و تو کارشون موفق هستن. بالاخره یه نون بخوره نمیری پیرو میشه. چقدر عالی. اصلاً وارد مجموعه کردید. ممنون از دعوتتون، دستتون در نکنه. حقیقت چه بخواهی، من دیرون رد شدم، این نگهبان رو گفتم نیست، خیلی ناراحت شدم، گفتم این همه راه باهم نتونستم. بعد آمدم گفتم اینجا میشه چادر زد؟ گفت اصلا مهمونه آسازان یه اتاق مخصوص دارن که باشم بیادم اینجا. واقعا من الان که آمدم میبینم که چرا بچه ها اینقدر اصرار داشتن که بیان، هم از اخلاقتون، رفتارتون. خیلی سلام رسوندم. خدا منو به راه راست هدایت کنه. نه قربون تو برم. محبت دارین. دستتون در نکنه به هر حال. فداتون بشه. متشکرم. بچه اومدیم از این باغ، خیلی ها تصور میکنن زمین همه. درسته که 100 هکتار هست. 100 هکتار زمین هست. عمر تلف نکنیم. بعضی درخت ها واقعا یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال به زور ما نمیتونیم به یه درختی بگیم تو اینجا سبز بشه. بار بده. سیب باید کوه پایه باشه، تپ ماهور باشه، بافت خاکش به اصطلاح گل قرمز و سیاه باشه. ما سیب بود اینجا، اینا سیب. سیب البته با کارایش هم بارش هم بد نبود، سیب گلاب کهنز بود. منتها اومدیم محاسبه کردیم، دیدیم میزان آب و وقتی که میبریم فایده نداره. جاشو کردیم جو. یا این جوی محصول 6 ماه، این محصول 5 ماه، دو بار کش میشه. این جو ما به عرضتون برسونم تو آبان، ما آخر آبان آب دادیم، دو تا آب خورده، زمستون هم بارندگی خوب بوده، 4 تا 5 تا آب میخوره. بله. میرسه میاد بالا، رو رقم های مختلف هم کار میکنیم. درسته. مثلا این یه بذر ریحانه هست که روش کار کردیم، بذرهای دیگه و خیلی اینجا به عنوان بذری ما میبرند و کمک میکنیم به درسته. مرکز تحقیقات در شناخت بذرها، یه مهندسی کشاورزی هم میکنیم. بله دیگه. بله ببینید جو از گندم 4 تا آب کمتر میخواد. بله. گندم پر آب و نازنازی هست. درست. جو مقاومتره. ذرت چی؟ ذرت کشت بهاره هست. کشت های بهاره. ببینید این جو برداشت شد، کاش جمع میشه و به عرضتون برسونم دوباره جاش میشه ذرت. باید دنبال محصولات زود بازده بود، تک محصول نباید باشیم. الان امسال خیلی باغدارا آسیب دیدن. بله. سرمازدگی. ولی این هیچ نمیاد، دلال هم نمیاد،
بوت خیر آدم بگیره بگو تسلیم بشه. بله. این اختیارش پیچش دست خود دست خودت دندون کلزا هر جوری که ما باید برگردیم به کشتای رو دانه دار رو پالای خشک. درست. اون تا خب زمین ها تفکیک که پایه اقتصاده شد باغ خونه باغ سوله نیمه ساز تفکیک تیکه 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 شدن زمین. بله. باعث شد که دیگه کشت های استراتژیک در ایران کم بشه و وارد بشه و به امید خدا من میگم تا زاگرس هست آب هست میلیاردها تن نزولات آسمانی بخواست هم نظر شد اولا کم آبی ببینید مدیریت آب ما جوبا اونو تمام سیمان کرد. بله. یعنی یه ذره پرت آب نداریم خدا شاهدی. درست. مدیریت مهمه در آب. همون درختی که عرض کردم خدمتتون طرف 20 ساله داره به یه سیبی که مال اومده از آب میده داره آب از چسبیده. آره. یه هلو پوسیده یعنی هدر دادن آب. درست. درسته باید ساز و کار استفاده بهینه استفاده بشه. زاگرس 1900 کیلومتر از آرارات میره تا دورترین نقاط ایران. بله. شما بهتر از یه بار از اصفهان تشریف ببرید اهواز. بله. عظمت زاگرس رو میبینی و میلیاردها تن نزولات آسمانی میریزه میاد پایین اینا میره جذب سفره ها میشه و ایشالله که همیشه سعی کنیم خیر اندیش باشیم و افقمون مثبت باشه. من این نظر شخصی نظر شخصی مثلا اینجا سروج زمین بالا هست اینجا یه سیلی با این رودخونه بره خیلی جاها کاسه‌ایه مثل مثلا مرغ اصفهان. خیلی جا من حالا اسم خواهم برم پست طولانی میشه ولی خیلی جاها با یه سیل با 100 میلیمتر بارندگی جمع میشه میاد سفره تعمیر میشه تعمیم. خیلی جاها خیلی جاها و خیلی دستکاری تو رودخونه ها نکنیم بذاریم رودخونه ها بره خودشون. جریان داشته باشه دست تو چرخه طبیعت نبریم خیلی. درسته. و به عرض شما برسونم ایشالله که بارون خواهد آمد هیچ وقت ناامید نباشیم و هرچی به سرمون میاد خودمون کردیم میزان تولید کربن هست بخش اعظمی. بله. به طور خلاصه بگم شاید یه کوچولویی ببینه بخش اعظمی از حرارت خورشید باید میرفته تو لایه مزوسفر به خاطر آلاینده ها به خاطر سوختای فسیلی اینا مونده و ایجاد گرما کرده و این مصیبت درست کرده. رده اول چین. بله. امریکا هست ژاپن آلمان اتحادیه اروپا هست اینا رده های اول تولید سوخته های فسیلی. بله. هستن که امروز چوبشه. بله. من کشاورز و او کشاورز زاهدانی میداری. بله. میخوره متاسفانه سمینارم هندم خیلی میزان مصرفش بالا هست. بله. از در سوخت های فسیلی من آمار بخوام بدم وقتونو میگیرم منطقه خب چوبشه دارن یه عده دیگه میخورن. خب. خودمون به سر خودمون آوردیم. من کاری به ملیت ندارم. دقیقا. خود ما به سر خودمون داریم میاریم. دقیقا همینطوره. شما الان ببین بنزین بابا بنزین اگه روز تموم شد ما میخوام چیکار کنیم خدا وقت این حرفوار شاید یه عده خوششون نیاد. بله. شما ببین یه جمعه چه خبر جمعه. بله. همه فیس ما با ماشینمون سوار میشیم لندکروز لامبورگینی به خاطر بنزینو بنزینه. بله. فیسو